سه بخش میکنیم زندگی خلیفه دوم رو، یکی قبل از اسلام، یکی زمان اسلام آوردن در زمان حیات پیامبر، و یکی در زمان بعد از پیامبر، یعنی در زمان خلیفه اول و اونجایی که دیگه حکومت و قدرت دست خودش بوده. رفتار خلیفه دوم با زنان پیش از مسلمان شدن، اینایی که دیگه میخونم روایت هاییست و روایت تاریخی است که یا در تاریخ اهل سنت اومده یا در کتب رباعیشون، همه رو سندهاشو عرض میکنم. عمر نزد آن دو خواهر و همسر خواهرش رفت. خواهرش اسلام آورد، زودتر از خود خلیفه دوم مسلمان میشه. خباب نیز آنجا بود و هنگامی که احساس کرد عمر با آنجا می آید در خانه پنهان شد. عمر گفت این سر و صدای چیست؟ آنها سوره طه را تلاوت میکردند. سوره طه نازل شده بود. پاسخ دادن چیزی جز سخنانی که به هم میگفتیم نبود. عمر گفت شاید شما از دین خود بیرون رفته اید. گفت نکنه به دین آبا و اجدادتون پشت کردید، یعنی به همون شرک دوران جاهلی. شوهر خواهرش پاسخ داد ای عمر، اگر حق در غیر دین تو باشد چه خواهی کرد؟ گفت اومدیم و همینی که داره میگی به دین، شاید حق تو اون نباشه، تو یه غیر این دین باشه، ما چه خواهی کرد؟ عمر به اون حمله کرد و او رو لگد کوب نمود. خواهرش آمد تو از شوهرش دفاع کنن، اما عمر با دست بر صورت او کوبید که صورتش خونین شد، یعنی با دست میکوبه تو دهن و صورت خواهرش که خون جاری میشه. یعنی انقدر بر اون دین مرتفکر خودش محکم بوده که نظر مخالف رو نپذیرفته هیچ، حالا مرد رو زدی هیچی، به خواهر خودش رحم نکرده، زده این آمده. کی گفته؟ تاریخ المدینه المنوره جلد 1 صفحه 348، در انصاب الاشراف آورده جلد 3 صفحه 386. اینا همشون بزرگان اهل سنتن ها. الاحادیث المختاره جلد 7 صفحه 141. در مورد دیگه باز دوباره فاطمه دختر خطاب، یعنی خواهر عمر میشده، آمد تا از شوهرش دفاع کند. عمر آنچنان او را زد که سرش شکست. در قول دیگر اینها باز اینطور آوردن، اینا ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 3 صفحه 80ش میگه. در جای دیگر باز نقل کردن، ابوبکر میدید که کنیز مسلمان شده از بنو معمر از خاندان عدی ابن کعب، عمر او را کتک میزد. یک کنیزی بوده از این قبیله‌ای که ذکر کردم خدمت شما، این مسلمان شده بود، عمر داشتونو میزدش تا دست از اسلام بردارد و مسلمان بودن را ترک کند، چون عمر هنوز آن زمان مشرک بود. آنقدر او را زد تا خسته شد. گفت اگر تو را کمک، خسته شد رفت کنار، گفت اگر تو را کتک نمیزنم برای این است که خسته شدم، از این جهت مرا ببخش. کنیز در پاسخ گفت بدان که خدا نیز این گونه با تو رفتار خواهد کرد. او اینطوری برگشت جواب داد، گفت اگر نمیزنم فکر نکنی من قصدم عوض شده، ببخش خسته شدم. سیرت النبویه جلد 2 صفحه 161 آورده، شیبانی احمد ابن حنبل ابو عبدالله فضائل الصحابه به عنوان فضیلت های صحابه آورده، جالبه، جلد 1 صفحه 120. به لحاظ دینی میگی نمیتونی حرف بزنی شما، اما به لحاظ رفتار شناسی میتونی بحث بکنی. دلیل برخورد با اینها چی بود؟ به خاطر اینکه یک تفکر و ایده دیگه ای رو قبول داشتن، درسته؟ او ایده دیگه رو قبول داشت، توی در راه اون ایدهش حتی به خواهر خودش هم رحم نمیگه، میزد. برخوردش با زنان اینطور بوده. در زمان پیامبر رو عرض میکنم، حالا پیامبر آمده، ایشون اسلام هم آورده. زینب دختر رسول خدا از دنیا رفت، فرمود خداوند او را به سلف صالح عثمان ابن مزعون ملحق نمود. زنان با شنیدن این سخن پیامبر گریستند. عمر با تازیانه که در دستش بود در حضور رسول خدا آغاز به کتک زدن زنان نمود. با شلاق شروع کرد زنان زدن که چه گریه میکنید؟ که با برخورد تند پیامبر رحمت مواجه شد. حضرت تازیانه را از او گرفت و فرمود آرام باش، تو را با این زنها چه کار؟ بگذار گریه کنند. سپس به زنها فرمود گریه کنید ولی از ناله های شیطانی بر حذر باشید. خود پیامبر هنگام مرگ پسرش که کودک بود، نوزاد بود، یعنی فوت شد، گریست پیامبر. بعد نخیر کی گفته بعد این سنت نبی رو ما نگاه میکنیم؟ اینو کی آورده؟ مسند احمد ابن حنبل. امام احمد حنبل امام حنبلی هاست، یکی از چهار شاخه چی؟ اهل سنت. مستدرکن علی صحیحین که مال حاکم نیشابوریه، جلد 3 صفحه 210. پس از واجب شدن حجاب، اینو دقت بفرمایید خیلی عجیبه، سوده همسر رسول خدا برای انجام کاری از منزل خارج شد و چون زن تنومندی بود شناخته میشد، قدش بلند بود، هیکل درشتی داشت، حجابم که داشت، جلبابم که داشت، مشخص بود این اوه. مثلا میگفتن توی این محله ما زن به این قد بلندی نداریم، شناخته میشد.
عمر ابن خطاب او را دید و گفت ای سوده، از نظر و نگاه ما مخفی نمیمانیم، مواظب باش که چگونه بیرون میروی. سوده برگشت، در آن لحظه رسول خدا در اتاق من مشغول غذا خوردن بود. سوده وارد شد و گفت ای پیامبر خدا، از منزل برای کار بیرون رفتم و عمر به من چنین و چنان گفت. پیک وحی نازل شد، رسول خدا فرمود به شما اجازه داده شده که برای برآوردن امور و انجام حاجات از منزل خارج شوید. یه وایستاده میومدم بیرون، آقا من شناختم تو. در صحیح بخاری، آقا ما گفتیم صحاح سته شیشتا، صحیح بخاری و اصلی ترینه، جلد یک صفحه 67 حدیث 146. آلوسی وهابی ها در نقد این مسئله میگه شیعه عمر را با جهت آنچه از او سرزده است ملامت میکنن و از عیبهای او برمیشمرن، چون این حرکت وی را بیادبی به خانواده پیامبر و خجالت کشیدن همسر رسول خدا و آزار او میدانن. اهل سنت پاسخ دادن که بر فرض که روایت درست باشد، ولی او فکر میکرده است که این حرکت او صحیح و باعث برکات خواهد شد. میگه از نگاه او این بوده که این حرکت چیه؟ صحیحه. ما همین رو هم بخوام در نظر بگیریم، میگیم برادر من همینه دیگه. اگه هر کس بخواد بر مبنای نظر خودش به اسلام عمل بکنه که فاتحه دین خونده میشه، که اینجاست که میگه به کتاب من رجوع بکنید. اینجاست که اصلا لزوم بودن امام معصوم احساس میشه. یکی باید باشه معصوم باشه که دین رو هدایت کنه، وگرنه اگه هر کی بخواد خودش طرف معصوم نباشه، مشکل داشته باشه، بخواد به من شما مطلب بده، چی از دین میمونه؟ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی جلد 2 صفحه 72. این جلد روی پیغمبر این نوع رفتار بوده، قبلش هم که دیدید. پس با آمدن اسلام این رفتار کم که نشده، چی شده؟ شدت هم گرفته، توجیه هم پیدا کرده.